با عرض سلام خدمت همه تریدرها، امیدوارم حال همگی خوب باشه. امروز جمعه است 19 آگوست و تا یکی دو دقیقه دیگه بازار سهام آمریکا باز میشه. طبق روال اول بازارها ما دنبال این هستیم که بتونیم از اون منطقه پروالیوم اول بازار چند تا تیکه خیلی خوب برای خودمون اسکلپ کنیم. امروز البته تا این لحظه بازارها فوق‌العاده بودن، رویایی بود اصلا امروز بازار. از سر صبح بازار کریپتوها رو بگیریم، یعنی شیبا، اتریوم، پوزیشن های فوق‌العاده عالی داشتم. طلا چه دیروز چه امروز عالی کار کرد و حتی از تایم اروپا به بعد ایندکس دوا جونز، یعنی در واقعیت یو اس سی، فوق‌العاده عملکرد خوبی داشت. یعنی امروز واقعا اگه کسی تریدر بود قوقا کرده. الان ما آماده این هستیم که بازار باز بشه، تقریبا ساعت 4:30 شده، تا چند ثانیه دیگه باید بازار باز بشه و من در واقعیت تحلیل قبل بازارم رو انجام دادم. از نظر من امروز بازار میتونه بازار راحت و بازار خوبی باشه، امیدوارم که طبق پیشبینیام پیش بره. چیزایی که میخواستم و گلچین کردم نوشتم، منطقه‌های تریدم هم نوشتم، الان آمادم، فقط منتظرم که در واقعیت بازار باز بشه. خب روی صفحه من الان دارین AMD رو نگاه میکنین. خب بازار باز شد و از AMD بهتر به نظر من میتونه در واقع خود تسلا باشه. اینجا البته شاخص نزدکم هم دارم از اون ور نگاه میکنم، حواسم به بقیه سهام هم هست. خب حالا ببینیم که به چه صورته، اگه بخواد تبدیل به سل بشه یا برای بای. یکم زمان میخواییم، طبیعتا کندل اول تا بسته نشه نمیتونیم تصمیم بگیریم، باید بسته شدن کندل اول رو ببینیم، بعدا میتونیم راحت تر قضاوت کنیم. خب الان حواسم رو چند تا چیز دارم، AMD، تسلا، بابا دیگه دستمون درفت، بابا به دردمون نمیخوره. یک لحظه من اگه شاخص نزدک رو بیام توی یه دقیقه میبینید نتونست هنوز خوب جهت بگیره، یه عالمه شادو اون بالا داریم، فعلا تا اینجای داستانش به دردمون نمیخوره هیچی. شاخص دلار داره میره سمت بالا، الان به زودی باید اگه دلار واقعا سعودی بشه بازار باید خالی بکنه. من الان چیزی که مد نظرم، ببین الان همین AMD محدوده کندل اول باید مشخص باشه، اگه از این بیاد پایین من میتونم ترید کنم. خب یا در مورد تسلا هم باز وضع به همین صورته، تا وقتی که این رد نکرده ما هیچ واکنشی نمیتونیم نشون بدیم و نزدک داره به نظر من کندل های قوی و قوی تر میزنه، احتمالا بازار به سمت بالا شاید جهتگیرش راحت تر و بهتر باشه. AMD، بابا، تسلا هنوز هیچ تأییدی برای ورود ندارم. خب وقتی آدم مطمئن نیست، میگم کار ما اینه که در واقعیت در مسیر درست هدایت کنیم. من رفتم سل تسلا، کار ما در واقعیت اینه که در مسیر درست پولمون رو هدایت بکنیم. به خاطر همون جایی که خطرناکه، جایی که مطمئن نیستیم، اصلا نمیارزه که بخوایم ورود بکنیم. ترید نکردن بهتر از ترید اشتباه کردنه. خب به خاطر همون حواسمون رو جمع میکنیم. فقط من اینجا الان یه مشکلی دارم، یه اشتباهی کردم، تسلا رو نباید با دولات میرفتم، تسلا رو با دولات رفتم. اگه حواسم پرت صحبت کردنم نمیشد، تسلا رو با یه لات رفته بودم، حالا بالاخره با دولات رفتیم، خیر با خداست. این بغل هم شما خیلی روشن رو ما رو میتونیم ببینید چقدره اینا. خیلی خوب ما داریم حرکت میکنیم.
نمیتونه حرکت خیلی قوی باشه، خوب داره میره ولی نمیتونه. و این سود هم چیزی نیست که راضی کننده باشه. نزدک یه قرمز دیگه بده من میام بیرون. خب الان نزدیک 300 دلاریم. 300 خورده؟ اوه نه. فکر کنم نزدک داره خودش رو جمع میکنه. اگه اینو با دو لات نرفته بودم الان با خیال راحت تر میتونستم بمونم. بالاخره ما داریم پایین منطقه اوپن بازی میکنیم. خب این خودش حالا یه نقطه قوت شاید باشه. فقط ببینیم که چقدر میتونه بره پایین تر. الان نزدک قرمز شد. نزدک رو یه لحظه براتون بیارم. نزدک دوباره داره قرمز میشه. اگه نزدک قرمز ما هم سودون بد نیست. الان 4500 دلار تو سودیم. من آماده بستنم. ما ببینم چه کار میکنم. من اومدم بیرون با 404 دلار اومدم بیرون. علت بیرون اومدن هم حالا سودمون که سود خوبی بود، اینم هنوز داره میره. ولی اگه نزدک رو یه لحظه نگاه کنیم، نزدک تو جای خیلی محکمی برای ریزش قرار عطا داره میاد پایین. الان تسلا هم همونجوری باید بره پایین تر. خب در واقع نزدک جاش خیلی آزاردهنده بود، وگرنه من بیشتر از این میموندم. خب باز دارم میگم ما امروز فراتر از تارگت روزانه‌مون ترید کردیم. قبل از الان دارم میگم، رو تریدهای قبلی امروز بازار تریدهای خیلی خوبی داده. حالا من رو تسلا رفتم. الان اینجا ام یو رو نگاه میکنین، عرضم به حضورتون که مایکروسافت رو نگاه میکنین، عرضم به حضورتون توییتر، اینا امروز همشون تریدهای خوبی داشتن. ولی فکر کنم ما یکی از بهترین‌ها رو گرفتیم در زمان کوتاه، سود خوبی گرفتیم. البته میگم حجم اون اشتباه وارد شد. ما 404 دلار اومدیم بیرون. اگه حجم واقعیو که دارم میخواست وارد میکردم، در واقع با 200 دلار تا الان تو سود بودیم، ولی بیشتر میموندم چون میدونستم که یه بار دیگه آمادگی دارم که بخوام یه پوزیشن دیگه بزنم. ولی با اون دلار عملا دستم بسته شده بود، چون حسابم نمیکشید که بخوام اگه شرایط به هم ریخت به قول معروف پوزیشن جدیدی بخوام وارد کنم. ما داشتم اینو میگفتم، علارغم اینکه به تارگت روزانمون رسیده بودیم، ولی یه 400 دلار شیرین و راحت هم آخر بازار، در واقع یعنی اول بازار آمریکا، آخر روز کاری امروز در واقعیت گرفتیم. خب این باعث میشه که یه آخر هفته خیلی خوب داشته باشیم با خیال راحت، خوشحال خوشسته بریم دنبال کار خودمون. امیدوارم که همگی آخر هفته خوبی داشته باشین، از ترید کردن لذت ببرین، هفته آینده براتون سودهای بیشتر از این هفته حتی داشته باشیم. تا ویدیوی دیگه، وقت همگی بخیر.